دوستان گلم پاینده ایران امیدوارم انرژیتون بالا باشه سباس هم که برنامه ما رو دنبال میکنید اوضاع خیلی داره خراب میشه آقای بایدن قراره سفر کنه به عربستان حتی موضوع برنامه من این نیست موضوع برنامه من سفر آقای لابرو وزیر امور خارجه روسیه به عربستان اما بایدن رو گفتم بایدن داره میره عربستان چرا؟ برای گدایی به غلط کردن افتاده آمریکا تو رو خود عربستان جون میخواد خود تو خیلی جالبه عربستان و کشورهای عربی شاخاب حوزه خلیج فارس نگفتن به آمریکا. وضعیت آمریکا خرابه. با توجه به ائتلاف انرژی ونزوئلا و ایران و روسیه، کشورهای عربی هم نگفتن و آقای بایدن داره میره اونجا دل آل سعود در بیاره. آمریکا چقدر ذلیل شده. که الان باید بره از دل آل سعود در بیاره تازه تو خود و کشور خودش هم الان دارن حمله میکنن به بایدن قول داده که نمیره محمد بن سلمانو ببینه به خاطر قتل خاچقچی و اینا البته نمیشه تو بخوای برید از دل آل سعود در بیاری ولی تو همین هفته که داریم صحبت میکنیم با مجوز دولت بایدن خیابونی که در تقاطع یعنی قشنگ تو خیابونی که جلوی سفارت عربستان در واشنگتن بیاید و نام خیابون بذارید خاچقچی یعنی یه دهنکجی به عربستانه بعد تو میخوای بری به عربستان اونجا قرمو صدقه بری در شرایطی که بالاخره پشت این متحد تو به عناوین مختلف در برابر حسیه یمن خالی کردی و حالا داستان طولانیه اما موضوع برنامه من نیست کشورهای عربی دارن در تبادل دیپلماسی و آرایش خودشون که کنار آمریکا بودن به سمت روسیه میان امارات و عربستان بعد از شکستشون در یمن و دیدن اینکه آمریکا متحدان خودش رو رها میکنه سر اوکراین هم به یک گونه ای شما دید تا این لحظه نیروی پیاده نکرده رها کرده بعد سلاح داده پولای زیادی داده ولی باشه پول و سلاح یه بخشیه ولی شما وقتی نیروی مجرب نظامی ندی یعنی که یه جورایی کمک های بیارزشی میشه از اون بحث کلیتش که تو میگی من و آمریکا به هر حال آقای لاوروف پیش دستی میکنه قبل از سفر آقای بایدن که قراره به زودی انجام بشه چند روز پیش بالا هم میشه در هفته گذشته میره در عربستان و خیلی جالبه در عربستان هم که جلسه مهمی بوده اجلاس وزرای خارجه در حقیقت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بوده البته این می بیشرفا میگن خلیج خالی ولی ما فارس رو بهشون اضافه میکنیم که دهنشون عادت کنه عادت کنه دهن شما کشورک های عربی خلیج فارس بگید خلیج فارس دهنتون عادت کنه وگرنه به یک گونه دیگری دهنتون عادت خواهد کرد حالا تو اصلاحات سرزمینی بیشتر متوجه میشین عادت کنه دهنتون خلیج فارس نامش به هر حال آقای لاوروف اونجاست و در حقیقت در این اجلاس کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای خلیج فارس هم دیدار میکنه با همشون یک جلسه ای داره رسانه ها خیلی سرصدا میکنن و این جلسه و این گفتگوها به جاهای باریکی رسیده جزئیات بیرون نیومده ولی من تلاش میکنم از طریق فضای رسانه که وجود داشته در کشورهای عربی صحبتی کنم من تا قبلش میخوام صحبت وزیر خارجه عربستان که کوتاه آقای فیصل بن فرهانو بگم که ایشون میگه آقا کشورهای خلیج در مواضعشان نسبت به بحران روسیه روسیه اوکراین متحد هستن یعنی پالسی که میده با آقای لاوروف میگه آقا ما نظریاتمون اینه که هممون هم با همدیگه نظریاتمون رو نزدیک کردیم و در قبال جنگ شما با اوکراین و تقابل با شما با آمریکا و کل داستان ما در حقیقت یک موزه مشخص داریم و البته موزه رو تلاش میکنه عربستان سعودی تا جایی که میشه بیطرف ولی متمایل یه جورایی با روسیه در حقیقت تنظیم کنند آقای لاوروف هم اونجا که پیش دستی کرده قبل از آقای بایدن رفت اونجا بساط بازی بایدن رو بر ریخته میگه کشورهای خلیج فارس به جریان تحریم غرب روسیه نخواهند پیوست یعنی صحبت هایی که از دل این شورای همکاری کشورهای عضو خلیج فارس مطرح میشه این کشورهای عربی به آقای لاوروف اطمینان میدن که ما شما رو تحریم نمیکنیم و به بازی تحریم جهان غرب علی روسیه نخواهیم پیوست خب این خیلی نکته مهم اینا ضربات سنگی نیست در آمریکا افول آمریکا یعنی همین که نوکرترین کشورهای حال حاضرت اینا هم دارن دستت تا پس میزن یعنی آقا دیگه افول و بی, غیر بی آب رویی دیگه تا کجا دیگه پشم و پیل این آمریکا ریخته تا کجا دیگه عربستان هم داره بهش میگه نه امارات میگه نه قطر میگه نه بحرین میگه نه آقا این بحرین اینا داد پایگاه داره آمریکا توشون پایگاه نظامی داره میگن نه به آمریکا در ادامه تحلیلگر در حقیقت روزنامه الخلیج اخبار الخلیج البته بگید فارس که دهنتون ده عادت کنه الخلیج یک رسانه نزدیک به دولت بحرینه یه خانومیه به نام فوزی رشید که این جز تحلیلگرای جدی این نشریه است و از هواداران سرسخت دولت ضد ایرانی بحرینه که به یاری ازا این دولت بحرین ما به رسمیت نباید بشناسیم و بحرین در اصلاحات سرزمینی با زیل خاک مقدس و جز لاینفک نقشه و مرزهای قانونی ایران در آینده بایستی تعریف بشه میگه خانم فوزی رشید به هر حال نویسنده و تحلیلگر اخبار الخلیج میگه که حتما فارسش هم میگم الخلیج الفارس بحرین میگه که منافع خلیج فارس میگم من حجم میگم خلیج فارس شما بدونید دیگه این بی‌شرفا میگن خلیج میگه منافع خلیج فارس از جمله منافع بحرین باید بر پایه تنوع متعدان باشد به ویژه با قدرت های بزرگ جدید مانند روسیه و چین میگه بحران اوکراین نشان داد چطور خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در بحران جاری میان غرب و روسیه نیروی متعادل کننده است خیلی قشنگ یعنی کسی که نزدیک به دولت بحرینه میگه آقا ما میخوایم که با هر دو با همه چیز باشیم یک توازنی رو ایجاد کنی و تنوع متحدان برامو مهمه رسما به آمریکا میگه ببین ما تو رو دوست داریم ولی روسیه و چین هم دوست داریم در دیسکورس گفتمانی که اینا دارن بیان میکنن یه یعنی همچین چیزی میتونم بگم بی است که اینگونه کشورهای عربی برای ولی نعمت خودشون برای ارباب خودشون آمریکا یه رفه بیان دم در بیارن به عبارت اینه در حقیقت روزنامه الشروق که این هم متعلق به مصر منتها غیر دولتی است برای دولت مصر نیست ولی یکی از رسانه های حامی دولتشون محسوب میشه آقای معتمر امین که یکی از نویسندگان مثل این که مهمه مصر تیم رسند ما برامون در آوردن میگه آقا اولین پیامده ناسازگاری میان موازه غرب و روسیه ممکن است اینطور آغاز شود که درها را برای باز تعریف ها باز کند به شکلی که توازن جهان را تغییر دهد چون روسیه بر گسترش شورش علیه سیستم امنیتی غرب شرط بندی می کند و میگه که ما در حقیقت در میس الان که روسیه داره قشنگ تمام سیستم و ناتوانی سیستم غربو نشون میده ما باید یه جورایی بفهمیم که اون تعریفی که در مورد در حقیقت ائتلاف کشورمون در گذشته داشتیم و باید یک باز تعریفی بکنیم و روسیه رو باید جدی نگاه کنیم در همین حال القدس عربی در حقیقت قطری که البته دفترش در لندنه این القدس عربی که روزنامه است در قطر که البته در چاپ لندن هستش ولی در قطر هم مثلا یکی از روزنامه های مهم محسوب میشه میگه آقا سفر این آقای لاوروف به عربستان میتونه تراقض شکلی یک محور نفتی مقاومت به ریاست امارات متحده عربی و روسیه باشد خودش خیلی جدی میگیرن اینا ولی البته میگم روزنامه قطریه ولی میگه که اگر لاوروف بتونه اینها رو به یک یک توافقی برسن یک محور نفتی مقاومت در حقیقت شکل میگیره با ریاست امارات و روسیه نمیدونم چرا اینو میگه ولی در ادامه میگه که در این محور مقاومت که قطبهای اصلی آن ابوظبی و مسکو هستن من نمیدونم چرا خود اماراتی ها خیلی خود جدی گرفتن میگه که قطبهای اصلی آن ابوظبی و مسکو هستن نکته قابل توجه وجود نوعی ازدواج باز نوعی ازدواج باز است چون امارات متحده عربی نمیخواهد یا در واقع نمیتواند اتحادش با قبر را کنار بگذارد و روسیه هم نمیتواند به نظام کاپیتالیستی که چند سال پیش شکوفا شده رجوع کند یه جورایی مثلا ایشون میگه که آقا امارات باید در این حال که در بغل آمریکا و غرب هست باید در بغل در حقیقت روسی هم باشه برای همین از ازدواج باز یاد میکن تو ازدواج باز که تو غرب خیلی مد شده البته بخشی از کسانی اون معدود اپوزیسیون جمهوری اسلامی که هنوز یعنی کارشون به طلاق نرسیده بخش قابل توجهی از اپوزیسیون برانداز به ازدواج باز اعتقاد دارن یعنی زن و شوهر هستن ولی معذرت میخوام همخوابگیشون رو آزادن یعنی زنه با شوهرش هست ولی همخوابگی با هر مردی بخواد میتونه مردم همینطور اون اندک اپوزیسیون براندازی که همچنان در حقیقت کارشون به طلاق نرسیده به ازدواج باز اعتقاد دارن خیلی هاشون بگذاریم برای همین این عبارت به کار میگیره نویسنده قطری و میگه که امارات به دنبال ازدواج باز هست یعنی هم بغل آمریکا باشه هم بغل روسیه باشه خب میگم هم یک منطقی است میگه که آقا ساخن یعنی منطقی است که آقا منافع خودم رو بایستی جور کنم میگه سخنان عربستان سعودی درباره وحدت کشورهای خلیج فارس عملا تفاوتهای موازع کشورها را در برابر منازعه اوکراین و روسیه نف نمی کند چرا که هر کدام دلیل مختلفی برای اتخاذ رویکرد خود را در زمینه های مختلف دارند یا در همین زمینه مشخصن آخرین مسئله روزنامه رایال هست که این هم چاپ لندنه میگه که دیدار آقای لاوروف با وزرای خارجه کشور خلیج فارس یک ضربه پیشگیرانه سیاسی اقتصادی در مقابل سفر پیش روی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در منطقه محسوب میشه میگه سفر این آقای لاوروف تلاشی برای تقویت موقعیت کشورهای خلیج فارس در مقابل فشارهای آمریکا و درخواست افزایش تولید نفت به قصد کاهش قیمت آن است یعنی آقای لاوروف اومده گفته آقا حواستون باشه این مرتی بایدن دوزاریه چلمن که دیگه باید شکمش هم نمیتونه نگه داره نیاد شما رو تحت فشار بذاره که آقا تولید نفتتون رو بیشتر کنید که قیمت نفت ارزون بشه چون خواست آمریکا اینه آقا تولید نفت عربستان زیاد بشه که قیمت نفت رو ارزون کنن میگه آقای لاوروف به ریاض اومده و مطرح کرده که آقا آغازگر اصل روسیه باشید نه تنها در خرید فاس بلکه در تمام خاورمیانه و اومده اینا رو ترغیب کنه سفر آقای لاوروف بسیار هوشمندانه بود که قبل از سفر آقای بایدن رخ داد و کشورهای عربی رو در حقیقت یه جورایی گوشی رو دستشون داد که در برابر خواستهای نامشروع آمریکا مقاومت کنید و تولید نفتتون رو زیاد نکنید افزایش ندید نذارید شما رو تحت فشار بذاره و اینا نشون میده که در حقیقت ما وارد یک عصر خیلی عجیبی داریم میشیم آمریکا که در آمریکای لاتین دیگه نمیتونه زیاد حساب باز کنه من برنامه ساختم گفتم آمریکای لاتین دیگه حیات خلوت آمریکا نیست اینجام کشورهای عربی خلیج فارس دارن از سمت آمریکا در حقیقت شیفت میکنن به سمت روسیه و اوضاع آمریکا به شدت داره رو به وخامت میده در عرصه بین الملل به نظر من و البته اگر جنگ چین و تایوان هم شروع بشه و اونجا هم یه چند تا تو گوشی آمریکا بخوره متحدش یعنی استرالیا که یکی از طرف های جنگ چین و تایوان خواهد بود و مطمئنا جنگ چین و تایوان به یک شکلی استرالیا رو مستقیم یا غیر مستقیم وارد جنگ خواهد کرد و اونجا که آمریکا در عمل پشت متحدان خودش یعنی تایوان و استرالیا رو خالی کنه خواهیم دید که لحظه به لحظه کشورهای دنیا علاز اتحادهای استراتژیک روابط خودشون رو با آمریکا کمرنگ و کمرنگتر خواهند کرد این واقعیت هست یعنی شما وقتی کشورهای عربی خلیج فارس دوم در میارن برای آمریکا شما فاتحه آمریکا رو یواش یواش خونده بدون و دور دور ایران بزرگه که در برنامه های دیگه صحبت کردیم در برنامه های آیندم صحبت خواهیم کرد ولی در این برنامه دیگه مجالی نمیمونه که بخوام بیشتر توضیحش بدم و قضیه رو باز کنم پاینده ایران همتون رو به خدای بزرگ میسپرم بسیار بسیار سپاسگزارم که برنامه های ما رو دنبال میکنید پاینده ایران و بدرود